سلام مامه. سلام سلام آقا، دیروز که رفتیم بعد از مراسم رفتیم خونه مادر بزرگ با جناق جان، جاتون خالی زدیم، ترکوندیم و بعدش هم دیگه اومدیم خونه. انقدر خسته بودیم و ویدیو بعد میگرفتم و اینا، دوباره تا یک و دو نصف شب درگیر بودیم. صبحم زود بلند شدیم، دوباره یه ویدیو جدید گرفتیم، ادیت کردیم، گذاشتیم آپلود بشه. ماشاءالله سرعت اینترنت اینجا خیلی بالاست، زمان میبره یکم. یه چند ساعت طول میکشه، یعنی تو این فاصله ای که ویدیوی ما آپلود میشه به هزار تا کار میتونه برسیم. بریم بیرون برگردیم بالا. یکی از کارامون هم اینه که میخوایم بریم یه سری دوباره خرید انجام بدیم. امروز برنامه‌مون متفاوته. من قراره با آقا مارتیا برم استخر و بعدم برم خونش با هم دیگه ایکس باکس بزنیم. ایشون هم قراره بره پیش آبجیش فیشال، عروس خانم. آره عروس خانم، عروس خانم روز بعد عروسیش میخواد بره سر کار. نه سر کار نمیره، گفتش چون تو میخواد بری چیزه الان خونه بود. ببینی از خواهرش به همین حول صورتی که میبینین همش در حال سوء استفاده است. واقعا متاسفم، خواهر زنه کارش خوبه، راست ولی کارش خوبه، مجبوره بره. برای همین ما الان داریم میریم یه سری خریدای سوپرمارکتی رو انجام بدیم. فردا خیلی خریدای واجب و جذابی داریم. فردا قراره ببرم شوش حال کنم. بچه اومدیم خرید، درگیر چیز چی شد؟ آقا این شیر کاکائو رو برداشتم برای خودم، بعد دیدم این برای من کم هستش واسه یه وعده بخورم، هم اینو بردارم. این سایزش نرمال مناسبه منه. آره نرمال برای توی. بعد ببینیم بچه اومدیم چیا خریدیم. یه سری که دوباره از این تنقلات و اینا گرفتیم. چی برداشتی؟ نمیدونم، به نظرم جدید بود، پنیر خامه‌ای فرانسوی. از این پفپفیا ما دوست داریم کلا. اینم تبلیغش رو بین سریال و فیلمایی که تو نماوا و اینا هستش. این تبلیغش خیلی میشه. میکنم کینوا هستش. بگیریم ببینیم. صدقا نگاه، سس هزار جزیره. آقا توی ترکیه من اینو می‌خرم 100 لیر. الان اینجا چنده؟ 150 نخریدی؟ اینجا 60. فکر کنم آخرین بار 100 لیر خریدم 62 تومنه. یعنی تقریبا 40 لیر هم نمیشه. کمتر از 40 لیره. آها اینجا رو نگاه کنید. مامانم برام من اولوبیای مامانمو خیلی دوست دارم. مامانم برام اولوبیا درست کرده بود، از کاشان آورده بودش. بعد رفتیم عقب خواهرم و اینا توی ماشین موندش و ما اومدیم دیگه خونه مامان رضا. این تو ماشین شوهر خواهرم موندش، یعنی داماد جدید موندش و اینا دیگه خراب شدش. متاسفانه منم مجبور شدم به اولوبیای کارخونه ای بسنده کنم. آخه ما با خودش همشه نامینو میخورد. بعد آقا اومدم اینجا میگم باکس این چند تا توش داره، میگن 12 تا. بعد گفتم خب یه باکس بگیریم، بعد گفتن نه باکسشو الان نداری. بعد رفتم هر چی داشتن رو برداشتم، 5 تا از اینا برداشتم. این محبوب ترین سوسیه که من دارم، من کلا سالادو با این دوست دارم دیگه. این سس تو ترکیه نیستش، سس هزار جزیره هستش، ولی این سس نیستش. یه بارم پرسیدیم گفتیم چرا نمیارید و اینا، گفتن که مثلا همه کس نمیخره، هزار جزیره رو همه میخرن. این هم نشون بده این آب آلبالوهای ترکیه زیادی شیرینش میکنن. این ترش هستش، میدونم طبیعی نیستش و علکه مینویسن طبیعی، ولی خب خوشمزه است و یه حالت نوستالژی از ساندیسه قدیم باسم داره. آقا دیگه تاینی و از این کالباسا و ژامبونا گرفتیم، اون پایین هم ساقه طلایی شکلاتی و بیسکویت سلامت و اینا. این آقا لوتوس توی اینجا چند بود؟ یه درش بیار چون بچه ها ببینن همون سایزه. ببینیم بچه ها لوتوس هم هست، لتاس نیست، همون لوتوس خارجیه که ما اونجا میخریم تقریبا 270 لیر میشه 500 هزار تومن. اینجا داد 378 هزار تومن. بعد بچه ها یه سری ها میگن که اینا پر کردنی هستش اینا. بچه ها ما بعد از سالها لوتوس خوردن میدونیم که دیگه مثلا مزه لوتوس واقعی چی هستش، و اگه ایران میتونستش بسازه همچین طعمی که دقیقا طعم خود لوتوس واقعی هستش، این همه کارخونه به اسم لوتوس یه چیزای کرم بیسکویت علکی بدمزه نمیزدن. نوتلا آلمانی هم گرفتم. نوتلا آلمانی توی ایران باز ارزونتر از ترکیه است. میگم بعضی چیزا توی ایران ارزونتره و اصلا تو ترکیه نیست، ما اونا رو میخریم. چون که اینا قاچاق میشه، یعنی این جنس خارجی توی ایران قاچاقی دارن میشه. اینم مارتیا آقا، یا بهتر بگیم آقا مارتیا، به من گفته که از ترکیه که میای مایوتو بیار با هم بریم استخر. منم مایو بودم با عینک شنا و همه چی. الان دارم میرم، خودش کلاس شنا میره، الان همه شناها رو بلده. دارم
پروانه یاد میگیرم کامل. چیا رو بلدی تا الان؟ قورباغه، کران سینه، کران پشت. پروانه رو هم داره این ترمش یاد میگیره دیگه، کامل کامل میشه. بلا فقط موجشو بلدم. به به، بریم کلاس داره، منم کنارش رام بدن. برم تو ببینم رام میدن. لیتر. بچه های سخت تموم شد، با مافیا حسابی هم ورزش کردیم، هم دیگه رو آب دادیم، ترکوندیم. بچه چقدر خوب شنا میکنه، یعنی استادش بهش خوب یاد داده، کرار سینه و قورباغه و همه کرار پشتش هم خوب بود. پروانه تازه اولش، بعد رفتیم هم دیگه رو آب دادیم. جلسه‌ش هم جلسه 320 هزار تومان بود، ولی استخرش خیلی استخر بود. جلسه آزادش 320. چطور بود؟ خوب آب خوردی؟ دوربین رو میآوردی پایین میدیدیم که آب میخورد. آره بچه قیافش رو نگاه کنی، قشنگ به هم ریخته، قشنگ معلوم حسابی آب خورده. قیافه خودتو فعلا نشون بده. آقا مارتیا ببینیم، اطلاعاتش همیشه دقیق و درسته، به داییش رفته، قشنگ همه چی رو حواس جمع اداره میده. این که میبینین یه مقدارم شاخه، اونم به داییش رفته. برای صرفه‌جویی در وقت دامادمون اومدن، با آقا مارتیان پشتش نشسته، منم بعد اینجا بشینم. بریم یکم موتور سواری. بده دوربین رو من. سلام. یاشم آخی. انشالله که سالم برسیم. بغل پای مارتیا. آه بغل پای مارتیا. دوربینم خواسته، هر وقت بعد بذارم بچه ها پاگو اینجا جلوتر. خب بریم موتور سواری. چیه؟ تا حالا موتور سوار نشد؟ چرا، موتور سوار شدم ولی با فیلم برداری نه. خب حواست باشه نزنن. بله ما در حال موتور سواری هستیم. چه جای دور زدیم یا چرا اینقدر با ترس میخندی؟ اما ترس ها دیگه بزرگی آقا. آره آقا یکم شهرم ببینید از روی موتور نیفتم. چطوری گل پسر؟ خوبم. ببینمت. میخوای تو بابا رو بگیر من فیلم برداری کنم؟ من یک موتوری نیستم، ماشینم داری. خب نه، تو بابا رو بگیر من. اومدنی با ماشین خواهرم اومدیم، ولی برگشتایی داریم با موتور بیریم که سریع‌تر برسیم. امروز تولد مامانم هم هست، بعد تولد مامانم هم برسیم. A few moments later. بچه ها میخواییم بریم خونه آقا مارتیا، مامانش نیست، باباش هم نیست، ما رو رسوندن، فعلا بریم با همدیگه بازی کنیم. خیلی امروز گذاشتیم برای تفریح. از نتیجه هم حتما یادت باشه آخر فیلم میگیری، یا نتیجه دربی. ها؟ نتیجه دربی فیلم میگیری. آقا دفعه قبل استقان. دفعه قبل 13-11 وای بده. دفعه قبل 13-11 با دربی بردمش، من پرسپولیس، ایشون استقلال. افرادی که کانال استقلالش رو نگاه کنین، بیاین به طرف پرسپولیس. آقا پسر آبی هم میپوشه بعد برای ما پرسپولیسی میکنه، زشته. آخه کدوم پسری طرف داره پرسپولیس؟ آخه آبی پوشیدی مردونه استقلالیه دیگه. دوست دارم آبی بپوشم، طرفدار پرسپولیس باشم. دوست دارم. بله این هم وضعیت ماست. یادت باشه نتیجه رو حتما بگیری. دفعه قبل با نوراللهی نزنم بخوره شانسی بگیرم. دیروز دفعه قبلی زده سوسکم کرده، ولی این دفعه تمرین کردم میبرمش. حالا بردمت، گریه کردی، گریه هم فیلم میگیرم. تو تمرین با روم کردی، با استقلال نکردی. در واکو شاخی. بچه ها رسیدیم در خونه، صدای مایلو هم داره میاد. ببینید، نگاه کنید دمه دره. چطوری؟ بیا تو الان. بریم تو، بریم الان. برو. خب بچه ها بریم داخل. بگم که مایلو رو که دیدید، میلو بهش دست میزد، ترسش ریخته بود. اینم آقا مایلو. آقای خانومه؟ آقاست. آقا مایلو رو داریم ببینیم. بچه ها خوشگل نیست؟ ببینیم. میدونی چرا هیچ برو بدن میچرخه؟ چون کلور میدیم. با بوی کلور حال نمی کنه؟
بریم برای بازی. آقا من اومدم پیش خواهرم همون عروس خانم فیشال انجام بدم، خیلی هم دیر شده، یعنی قرار بود من ساعت 5 بیام پیشش، بعد دیگه دیر شده شو ساعت 5:30 تازه بابام اومده دنبالم، توی ترافیک بودیم و این حرفا. الان ساعت 7:20 است، الان اومدم دارم میرم پیشش. البته خود خواهرم هم توی سالن آرایشگاه نبوده، الان رسیده اونم، بذار ببینم بهش برسم. سلام علیکم عروس. سلام عروس. سلام عروس. سلام عروس خانم، آوردیم سر کار امروز، بریم. خوشون گفتی حداقل اینجوری نیام. نه اشکال نداره، خودم داغون هستم. مرسی. بریم ببینم چی کارم میکنی. چه داماد خوبی داریم. تو ویدیویی که گرفته بودم دیده بودن که من قارچه سوخاری خیلی دوست دارم، اما اونجا گیرم نیومد. تو رستورانی که رفته برام قارچه سوخاری گرفته. به خودم حسودیم شد. به 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 عزیز دل. آقا این خیلی خوبه، من نمیدونم چرا تو ترکیه از نه درست نمیکنن. قارچ سوخاریه دیگه، به این خوشمزگی قارچ سوخاری داشته باش. عالی. آقا دست درد نکنه. آقا انتخابمونو کردیم، من که استقلالم، ایشونم پرسپولیس رو انتخاب کرده. چند میشیم؟ ناشناس. نمیدونی؟ نمیدونی؟ نه. ولی میبری ها؟ بله. شاید هم مساوی شه. مساوی. آقا دیگه بساط گذاشتیم، نوشابه و داماد عزیزم که برامون قارچ سوخاری گرفته. مثل گیمنته. آره. ببینیم کی میبره. بریم شروع کنیم. Later. همونجوری که میبینین دقیقه 45 هستیم و بنده یکیچ جلو هم. حال چطوره؟ حالمو بعد بازی بپرس. باش میبینیم کی میبره. آقا برام دعا کنید. کلم 3 تا شوت زده یه دونش گل شده، من 14 تا شوت زدم یه دونه گل نشد. راست میگم بچه نیا کنید، من کلم 3 تا شوت زدم 3 تاش تو چارچوب بوده، مارتیا 10 تا زده 5 تاش هم تو چارچوب بوده، ولی من یکی جلو هم. توپ و میدان ولی دست من بوده. 65-35. بریم ببینیم چی میشه. آقا اینم نتیجه پایان بازی، متاسفانه 4-3 برد. خوشحالی الان؟ خیلی پیروز بندانه. اول که یکی جلو بودی، بعد 2-1 عقب افتادی، 2-2-3-2-3-3-4-3. بله بالاخره تونست ببره، ولی واقعا ایشون تقلا میکرد که مساوی تموم بشه، ولی من دیگه نذاشتم. Tomorrow. به 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 به. آقا ساعت 5:30 صبح بیدار شدم، کارامو کردم که ویدیومو آماده کنم بگیرم. چه سرخیز؟ من چرا حلیم نگرفتم برای خودم تو این چند روز؟ رفتم زنگ زدم به 1850 زد مهدیه، هیچی سفارش حلیم و آش رشته و آش شل قلمکار دادم، کلش هم شد 493 تومن با ارسال، این تقریبا 8 تومن. برم حلیم همو بزنم. به به. دیروز که من رفتم فیشال پیش خواهرم، انقدر طول کشید، ترافیک گفتم که ترافیک بوده شو اینا، بعد دیگه دو خواهرون افتادیم به هم و به غیبت و از اینجور چیزا، کارمون یکم طول کشید. بعد تا برگشتم، قرار بود تولد مامان رضا رو بگیریم و اینا، بعد تا برگشتم دیگه دیر شدش، تولد رو موکول کردن به امشب. الان داریم با رضا و مامان رضا میریم شوش یکم خرید کنیم، خیلی هم خرید حال میده، یه لیست بلند بالا نوشتم که بخریم. آقا رضا با شما. بالاخره مینا رو آوردیم به عشقش برسه. اینم یه چیزی ما قبلا ندیده بودیم، سیتی سنتر شوشه، چقدر گنده است. حالا با مامانم اومدن، بله عروس و مادر شوهر دارن با هم میرن، بنده هم باید دنبالشون برم. برم خرید مادر نمیدونم بارتو بده. برو بدم بابا، گرفتار شدیم ما. نمیدونستم ولی این سیتی سنتره دقیقا بر میدون شوشه، ما قبلا با مینا اومده بودیم این نبود کلن.
بعد یادم یه سری دستفروش اینجا بودن که ما ویدیوش هم براتون گرفتیم، فکر کنم اینجا اومدیم پیاده شدیم، اینجا چند تا دستفروش بهتون نشون دادیم و مسیر رو همینجوری رفتیم. همینجوری که مینا داره دیوان و قاشق و چنگال و اینا میبینه، اون دفعه فیلم برداری کردیم شیشو کامل بهتون نشون دادیم. حالا بریم ببینیم خانوما چی میخرن. خوشحالا بچه اومدیم توی یه مغازه، بعد از اینجا من گوشگوب دیدم. گوشگوب ما نداریم، خیلی وقت نداریم، گوشگوب خریدیم. بعد چوبیاش هم به نظرم گوش میره لاش چوبیا، واسه همین اینو خریدیم، سنگین ترم هست. بعد اومدیم این طرفتر از این نمک سابا و فلفل سابا اینو خریدیم، دونه ای فکر کنم 400 دونه ای 490 دوتا از اینا خریدیم واسه نمک و فلفل. میخوام ست کنار گازم رو تغییر بدم، چوبیش بکنم، به خاطر اینکه رضا اونجا ادویه ای ها رو که خرید چوبی بودش، میخوام کلن چوبیش کنم. دستتون درد نکنه، شکلات هم بهمون دادن یکیش. اینی اینم گوشگوبش در یه دونه دیگه از اینم خرابش نکنیم. دنبال چی میگردیم اینا؟ بسه اینا خیلی خوبه بچه، خوب نیست؟ اینا بذارید روی ظرفشویی. خب مثلا چیزی بشوری، چیزی بشوری یا بشورم معمولا اینا رو که من میشورم، علل خصوص قارچه رو. شوستن انقدر بدم میاد. بعد از اینا هم خریدیم. ببین توی این ما یه سری، ما یه کابینت داریم بچه ها، توش پر خوراکیه، یعنی کابینت خوراکی ها اسمش هستش. بعد یه سری مثلا یه بیسکویت باز میکنیم، دو تا دونش رو میخوریم، بعد سری بعد مثلا یه بیسکویت دیگه، یه ویفر دیگه باز میکنیم، چند تا دونش رو میخوریم. نمیتونی همونو بخوری تموم شه دیگه، ظرف نخریم. خیلی خوب هستش. بعد اینو میخریم که میگم که مثلا تو این بذاریم، اون اضافه‌ای که نخوردیم و تو این بذاریم که حالا بعدنا که خواستیم بخوریم تا اون موقع نم نکشه، رطوبت داریم. چند خریدی؟ این 290، این نه، این 270، این 230. بله. Happy birthday to you. Happy birthday to you. وضعیت خیلی وضعیت بدی هستش. همیشه مرتب تر بود، نمیدونم چیکار کردم. چیکار کردی؟ آقا رفته کلی ظرف و اینا خریده از شوش. رفته برای ما این چیه؟ نارنج. این همه سس گرفتیم. بعد یه سری چیزاش اینجاست، یه سری خرید مریدای دیگه رو تا الان اومده جا داده، پفک و اینا خریدیم، برای 4 تا لوتوس گرفتیم. اینم الان پیرن استقلال من اینجاست، قراره اجرا داشته باشم، بعدش بعد دوباره جمعش بکنه. نورامون هم هست، اونم جاهای نورمون و ایناست، و حالا بعد اونا رو هم جمع و جور کنم. منم تازه بعد برم تا منیریه یه خرید لباس و اینام دارم، بعدش برگردم. مینا رو با اینا تنها میذارم. عزیزم موفق باشی. نرو آقا، قیافش رو میبینی؟ بعد یه جنگ جهانی به اینجا رسیده. حالا چون سرصدا تو هواپیما اینا در مورد صحبت نمی کنیم، تو فرودگاه کامل بهتون دوز میدیم. بچه همون سردرد شده، من هم معده درد عصبی گرفتم، انشالله که خوب بشم. قرص گرفتش از مهماندارا، یعنی یه اتفاق خیلی وحشتناک و خیلی بده بود. پوستمون کنده شد، دل سوار شد، حالا تو فرودگاه بهتون دوز میدیم. در داغون ترین حالت ممکن هستم، یعنی هم خستم هم سرما خوردم، صدامو ببین چجوریه، هم گلو درد دارم هم اعصاب ندارم. بگم چی شد؟ ببین ما یه ویدئوامون به خاطر اینترنت ایران دیر آپلود شده شاینا، ما ساعت 7:20 دقیقه پرواز داشتیم، بعد اول گفتیم که ساعت 3 بره حرکت کنیم از خونه، بعد رضا گفتش که مثلا این ویدیو آپلود بشه و اینا 4 طول میکشه، 4 حرکت کنیم، هرچی گفتم دیر میشه و اینا، گفتش که نه میرسیم و ویز زده 1:30. حالا اون 1:30 شد 2:05. ما ساعت 4 و اینا حرکت کردیم، 4:45 حرکت کردیم تا رسیدیم به فرودگاه، به اون گیته که باید بارا رو بدیم. یعنی ببین دویدم من، مثلا میدونستم که چون آخرای تایمی هستش که چمدونا رو میشه داد، چمدونا دست رضا بود، من دویدم که فقط گیتر رو نگه دارم. 6:20 بود تا رسیدم، آقای مسئولش گفتش که دیر اومدی، باید 1 ساعت قبلش بیای. گفتم خب 1 ساعت قبلش هستش. گفت نه برو برو،
دیر اومدی و نمیشه و بلیتتو فروختم. گفتم بی خود بلیتمو فروختی اینا، من بلیت دارم پول دادم و اینا. گفت نه و میخواستی زود بیای و این حرفا. خلاصه دعوا شدش و خیلی بحث و داد و بیداد و اینا کردم. اون وقت دویدم رضا رو صدا کردم، گفتم بود و فقط بیا. با چمدونا رضا دوتا چمدون دستش بودش، همینجور میکشیدش و اینا. اومدش و رضا گفت چه خبره و آقای گفتش نه و دیر کردی و فلان و اینا. بعد خیلی سر صدا کردم، من خیلی با آقای دعوا کردم و بحث کردم و هی آقای میگفتش که نه. بعد جلوی چشم خودم سه تا بلیت برای سه نفر که بلیت نداشتن بهشون همون لحظه فروخ، یعنی بلیت من و ما و امثال ما رو فروختش. دارم توضیح میدم چی شده. لذت ببرین، خیلی حس خود بچه، خیلی باحال. حالا من میگم اون قسمتی که خودش نبوده توضیح میدم، اونم جالب. حالا بگو من خودشو همه شو بگم، اون حرفا رو اینا هم بگم. آقا اون روی مینا رو ندیده بودین ها، یه رو داره باور نکردنی. بگو انسان خودم ندیده بودم. ببین یعنی من داد میزدم تو فرودگاه، میگفتم بی خود کردی بلیت ما رو فروختی، ما به موقع رسیدیم و اینا. آقا هم میگفت برو شکایت بکن، اصلا چیز بکن. به مسئول گیته نبوده، اون آقایی که میشینه پشت میز چیز میکنه مثلا پاسپورت ها رو میگیره نبوده، مسئول اون بالا بالاییشون بودش اینا. گفتم که بی خود کردی و حق نداشتی و ما پول دادیم و اصلا تو باید 45 دقیقه قبلش گیتو ببندی. و گفت کی میگه برو شکایت کن، اگه شکایت هم کنی به هیچ جا نمیرسی. و بعد یه چند تا فوشم ندادم. فقط نمیدونم از نظر شما بچه بیشور اگه فوش نیست، نه فوش ندادم. یارو میگه بیشور آخه، بعد یارو قاطی کرد لش کرد دیگه. ببین کل فرودگاه صدام یعنی پخش میشد، همین صدا اکو میشد تو کل فرودگاه. اگر یه چیزی تو فضای مجازی دیدین که تو فرودگاه ما هم یه دو نفر و اینه چند نفر درگیرن با یه سری مسئولین، اونا ما این همین لباس هم تنمونه میشناسیم. خواهرم و داماد جدیدم بودش. آره آقا، بعد که ایشون دعوا کرده با طرف، طرف شاکی اومدم چیز دیدم، بعد یارو رو قهر کرد، یکی دیگه که داشت پارش میکرد. حالا اون آقایی گردن کنه آره. داشت دیگه پارش میکرد. خلاص ما نبودیم که مثلا اینجوری شده بود. آره چند نفر شاکی بودن. بعدی چی من رفتم دنبال آقای، آقای شروع کرد آقا چیزه، گفت خانومت به من فحش داده. گفتم که آقا عصبانی بوده و اینا، هیچی. خلاصه 20 دقیقه نیم ساعت دارم با یارو چونه میزنم. آقا پولش برام مهم نیست، من ضبط ویدیو دارم، فردا دربی، هزار تا کار زندگی دارم. بذار چمدونمون اون چمدونه یه دور یه دور بزنه حال کنه. بعدی چی ها رفتم کلی با ایرون چونه زدم، آخرش راضی شده که بیاد. هیچی، چهار نفری که هم میگفت بعد از 6 و 20 دقیقه اومدیم اومده بابا بیاد. 6 و 20 دقیقه رضا من اونجا بودم دقیقا 6 و 20 دقیقه منم همون اتفاق همین. بعدی چی رفتم اونجا به یارو، خلاصه راضی کردم اومده. بعد اومده چیز کنه، من رفتم که عوارض خروجا رو بدم، چون تا اون موقع نده بودم عوارض خروجا رو بدم و بعدش برم. حالا آقای اومد چی گفت؟ آقای اومد گفتش که اون دو نفری که مثلا اون دو نفرم جا مونده بودن راشون نمیدادش، اون دو نفر رو بهشون داد کارت پرواز. و بعد من رفتم پاسپورتمون رو دادم. گفت شما همونی که به من فوش دادی؟ گفتم بله. گفتش من به شما بلیت نمیدم، کارت پرواز نمیدم. گفتم یعنی چی نمیدی؟ خودت به شوهرم گفتی که میدم و اینا. گفت نه شما به من بیادبی کردی. گفتم حقتون بود. بعد دیگه خواهرم هی میگفتش که آها یه تیکه قبل اینکه رضا بره مثلا باهاشون صحبت کنه، ببین من با یارو داشتم همینجوری دعوا میکردم و اینا، خواهرم از اون ور منو گرفته بود. منم این دهنشو گرفته بودم دیگه. چی ببین چی داش میگفت این جل دهنشو گرفته بود. به خدا من حرف بدی نمیزنم، فقط تنها من فقط گفتم بیشور. خدای خیلی بد یارو برخورد کرد. خدای خیلی بیشور داشتم همون. بعد آقا هیچی رفتیم و خلاصه بالاخره با هر زحمتی بود در طرف اوکی گرفتیم و رد شد. بعد که حالا رد شدیم رفتیم اون قسمت چیز اومد، ببخشید میونه کلمت بچه، حراست و افسر و این چیزا اومدش، یعنی در این حد چیز شد یارو آقای بازاشمون نکرد. آره. اومد تونستیم رد شد. آره. آقای حراست حقو به ما داد. رفتیم اون گیت آخری که سپاه میاد همه چی رو چک میکنه، دوباره اینا دست من بود دیگه. رد شدم میگه آقا این چیه؟ میگم ببین چیزه پرده سبزه. میگه پرده سبز همونایی که سوسول بازی میذارین پشتتون از این حرفا. میگم آره از همونا، من یوتیوبرم کارم همینه. بعد میگه ما این صفر نیم. میگم آقا یه مفعول میپیچه، یکم باش بازی کردم که ببینه نمیشه. قبول نکرد آخرش، گفت دفعه بعدی دیگه نیاد. بعدش اینو دادم آ این پایه هم توشه، پایه هم همراه من بود، پایه دوربینمونه،
دوربین، این دوربین البته نه، این دوربین دوربینه و چیز کرده. رفتم اونجا میگه که پایه دوربینته، میگم آره. من میگه بازش کن ببینم، میگم ببین اینجا سر چیزی که دوربین میخوره، اینجا اینه که تنظیم میکنیم ارتفاع و اینا چیز دیگه. برم گفت برو ولی دیگه نذاری ها هیچی دیگه. خلاصه اومدی دوباره بودو برسیم به عنوان نفر آخر سوار شیم، ولی پروازش پرواز خوبی بود. یعنی نه اونو بگو ببین بچه ها، ما بودو اومدیم رسیدیم و فلان، بعد دیدیم که مثلا سر ساعت توی هواپیما بودیم، خب مثلا یه اتوبوس هم بودن که یه سری آدمای دیگه هم بودن دیگه. ما سر ساعت رسیدیم، یعنی 7:20 کلی وقت بود تو هواپیما بودیم. هواپیما 7:47 حرکت کرد با چی؟ با یه عالمه صندلی خالی. یعنی آقاهه که میگفتش که نمیدونم ندارم و بلیط تو فروختم و اینا، همشو دروغ واسه اذیت کردن میگه. خود مهماندار هواپیما، با هواپیمای ایران ایر تور اومدیم، خود مهماندار هواپیما گفتش که اینا اذیت میکنن، این کارو میکنن و این گفت ایران، اونایی که مسئول ایرانی هستن اذیت میکنن. بعدش چی دیگه، ولی خود ایران ایر تور هم نسبت به دفعه قبلی که اومده بودیم کلی اعتراض کرده بودیم، هم صندلیاش بهتر شده بود، هم غذاش بهتر شده بود که مینا عکسشو براتون میذاره. همین که رفتار خود پرسنلشون و اینا داخل چیزشون واقعا عالی بود، یعنی قشنگ اصلا از این رو به اون رو شده بودن، معلوم بود که انگار مدیریت جدید اومده که همه چی رو داره تغییر میده. آقا من برم دیگه دور بعدی رو نزنیم. بچه ها امیدوارم که از ویدیوامون راضی باشین، چون 3 اتفاق مهم داشتیم توی این سفری که داشتیم، هم تولد آقا مارتیا بود، هم تولد مامانم بود، هم عقد خواهر ایشون که جاتون خالی بمون. خیلی خوش گذشت دیگه، هم ویدیوهاش هم دیدید. حالا دیگه برگشتیم دوباره ترکیه، از ترکیه در خدمتتون هستیم. خدافظ.